بسم الله الرحمن الرحیم و چون آیاتی را که بر پیامبر نازل شده بشنوند چشمهای آنها را میبینی که اشک ریزان میشود به خاطر حقیقتی که در یافت اند و میگویند پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را در زمره گواهان بنویس چرا به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است ایمان نیاوریم در حالی که آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمری صالحان درآورد پس خداوند به خاطر این سخن که گفتند به آنها باغهایی از بهشت پاداش داد که از زیر درختان آن نرها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این است جزای نیکوکاران و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها اهل دوزخند ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیز ای را که خداوند برای شما حلال کرده است بر خود حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید همانا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد و از چیزهای حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما روزی داده است بخورید و از خداوندی که به او ایمان دارید بترسید خداوند شما را به خاطر سوگندهای لغوتان معاخذ نمی کند ولی شما را به خاطر سوگندهایی که از روی قصد محکم کرده اید معاخذ می کند پس کفاری آن اطعام ده مسکین است از غذاهای متوسطی که به خانواده خود میخورانید یا لباس پوشانید آنها را و یا آزاد کردن یک برده پس اگر کسی نیابد سه روز روزه بگیرد این کفاری سوگندهای های شماست هرگاه که سوگند یاد کردید و سوگندهای های خود را حفظ کنید و نشکنید این چونین خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند. باشد که شکر گذارید ای کسانی که ایمان آورده اید همانا شراب و قمار و بطها و تیرهای قرعه پلید و از عمل شیطان است پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید همانا شیطان می خواهد با شراب و قمار در میان شما اداوت و کینی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد پس آیا شما خودداری خواهید کرد و خدا را اطاعت کنید و نیز پیام بر را اطاعت کنید و از نافرمانی بر حذر باشید پس اگر روی گرداندید بدانید که بر پیام بر ما جز ابلاغ آشکار چیز دیگری نیست بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند گناهی در آنچه خورده اند نیست اگر پرهیز کاری کنند و ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دهند سپس پرهیز کاری کنند و ایمان آورند سپس پرهیز کاری کنند و نیکی نمایند و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. ای کسانی که ایمان آورده اید خداوند شما را به چیزی از شکار که دستها و نیزه هایتان به آن میرسد آزمایش می کند. تا خداوند معلوم بدارد چه کسی در نهان از او می ترسد پس هر کس بعد از آن تجاوز کند برایش عذاب دردناکی خواهد بود ای کسانی که ایمان آورده اید در حال احرام شکار را نکشید و هر کس از شما به عمد آن را بکشد باید کفاری همانند آن از چهار پایان بدهد به شرطی که دو نفر عادل از شما برابر بودن آن را تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برساند یا به جای قربانی اطعام مساکین کند یا معادل آن روزه بگیرد تا کیفر عمل خود را بچشد خداوند از آن چه گذشته در گذشت و هر کس که به این گناه باز گردد خدا از او انتقام میگیرد و خداوند نیرومند و انتقام گیر است شکار دریا و تعام آن برای شما حلال شده است تا برای شما و کاروانیان بهره ای باشد و شکار بیابان تا موقعی که در احرام هستید بر شما حرام است و از خداوندی که به سوی او محشور می شوید بترسید خداوند کعبه و ماه حرام و قربانی بینشان و قربانی نشاندار را وسیله ای برای اوستواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داد این گونه احکام برای این است که بدانید به تحقیق خداوند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است میداند و مسلما خداوند به هر چیز داناست بدانید که خداوند سخت کیفر است و خداوند آمرزنده مهربان است بر پیام بر وظیفه ای جز رسانیدن پیام الهی نیست و خداوند آنچه را که آشکار می کنید و آنچه را که پنهان می دارید می داند. بگو ناپاک و پاک یکسان نیست و اگرچه کسرت ناپاک ها تو را به شگفتی اندازد پس ای خردمندان از خدا بترسید تا رستگار شوید ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوه گین کند و اگر به هنگام نزول قرآن از آنها سؤال کنید برای شما آشکار می شود خداوند از آنها عف کرده است و خداوند آمرزنده بردبار است براستی گروهی قبل از شما از آن سؤال کردند سپس بدان کافر شدند خداوند هیچ گونه بهیره و نه صائبه و نه وسیله و نه هام را قرار نداده است ولی کسانی که کافر شدند بر خدا دروغ میبندند و بیشترشان در نمیابند و هنگامی که به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیام بر بیایید گویند آنچه من را بران یافت این ما را بس است آیا اگر نیاکان آنها چیزی نمیدانستند و هدایت نیافته بودند باز هم از آنها پیروی می کنند؟ ای کسانی که ایمان آورده اید مراقب خود باشید اگر شما هدایت یافته باشید گمراهی کسانی که گمراه شده اند به شما زیانی نمی رساند بازگشت همه شما به سوی خداست آنگاه شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می سازد. ای کسانی که ایمان آورده اید چون مرگ یکی از شما فرارسد در موقع وسیعت باید از میان شما دو نفر عادل را گواه بگیرد یا اگر مسافرت کردید و مصیبت مرگ به شما رسید و مسلمانی را نیافتید دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید و اگر هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید آن دو را بعد از نماز نگاه دارید تا به خداوند سوگند بخورند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم اگر چه خیشان من باشند و شهادت خدا را کتمان نمی کنیم که در این صورت از گناه کاران خواهیم بود پس اگر معلوم شد که آن دو مرتکب گناه خیانت شده اند و حق را کتمان نموده اند دو نفر از کسانی که ستم دیده اند و نسبت به میت اولا هستند جای آنها را خواهند گرفت آنگاه به خدا سوگند یاد کنند که گواهی ما از گواهی آن دو درست تر است و ما تجاوزی نکرده ایم و اگر چنین کرده باشیم از ستمکاران خواهیم بود این روش به آنکه گواهی را به گونه درستش ادا کنند نزدیک تر است و یا بترسند که بعد از سوگندهای های برسه سوگند هایشان رد شود و از خدا بترسید و گوش فرا دهید و بدانید که خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند روزی که خداوند پیامبران را گرد آورد آنگاه بگوید در برابر دعوت حق چه پاسخی به شما داده شد گویند ما را علمی نیست بیگمان تو خود دانای رازهای نهانی به یاد بیاور هنگامی را که خداوند به عیسی پسر مریم میفرماید ای عیسی پسر مریم نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم به یاد آور زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم در گهواره و بزرگی با مردم سخن گفتی و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم و هنگامی که به فرمان من از گل چیزی مانند شکل پرنده ای ساختی پس در آن می دمیدی و به فرمان من پرنده ای می شد و کور مادرزاد و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من شفا می دادی و آنگاه که مردگان را به فرمان من زنده بیرون می آوردی و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو باز داشتم آنگاه که دلایل روشن برای آنها آوردی پس کسانی از آنها کافر شدند گفتند اینها جز جادوی آشکار چیزی دیگر نیست و به یاد آور زمانی را که به حواریون و فرستادم که به من و فرستاده من ایمان بیاورید گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم شده ایم. و به یاد آور چون حواریون گفتند ای ایسا پسر مریم آیا پروردگارت میتواند سفری از آسمان بر ما نازل کند؟ ایسا در پاسخ گفت اگر مؤمن هستید از خدا بترسید گفتند میخواهیم از آن بخوریم و دلهای من آرام گیرد و بدانیم که به ما راست گفته ای و بر آن از گواهان باشیم عیسی پسر مریم دعا کرد و گفت پروردگارا خداوندا از آسمان صفر ای بر ما بفرست تا برای اول و آخر ما عیدی باشد و نشانه ای از تو و به ما روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی خداوند دعای او را اجابت کرد و فرمود من آن را بر شما نازل می کنم اما هر یک از شما که بعد از آن کافر شود او را چنان عذابی می کنم که هیچ کس از جهانیان را چنان عذاب نکرده باشم و به یاد بیاور که خداوند می فرماید ای ایسا پسر مریم آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود به جای خدا انتخاب کنید؟ ایسا گوید تو منزهی من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست بگویم اگر چون این سخنی را گفته باشم بیگمان تو میدانی تو از آنچه در زمین من است آگاهی و من از آنچه در ذات پاک توست نمیدانم یقینا تو خود دانای رازهای نهانی من چیزی جز آنچه مرا به آن فرمان دادی به آنها نگفتم به آنها گفتم خداوندی را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست و تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان بودم و چون مرا برگرفتی تو خودت مراقب آنها بودی و تو بر هر چیز گواهی اگر آنها را عذاب کنی آنان بندگان تو هستند و اگر آنها را بیامرزی تو نیرومند و حکیمی خداوند فرمود امروز روزی است که راستی راست گویان به آنها سود میبخشد برای آنها باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر درختان آنجاری است و تا ابد جاودان در آن میمانند خداوند از آنها خشنود است و آنها از او خشنودند این رستگاری بزرگ است فرمان روایی آسمان و زمین و آنچه در آنهاست از آن خداست و او بر هر چیز تواناست سوره انعام جزء هفت بسم الله الرحمن الرحیم ستایش برای خداوندی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و نور را پدید آورد و با این همه آنهایی که کافران شدند با پروردگار خیش دیگری را برابر می دارند او کسی است که شما را از گل آفرید سپس مدتی را مقرر کرد و برای قیامت مدتی معین نزد اوست با این همه شک می کنید. و اوست خداوند معبود در آسمان ها و در زمین نهان شما و آشکار شما را می داند و آنچه به دست میآورید آورید می داند. و هیچ نشانه ای از نشانه های پروردگارشان برای آنان نمی آید مگر اینکه روی گردان می شوند به راستی آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد تکذیب کردند پس به زودی خبر چیزهایی که به مسخره می گرفتند به آنها خواهد رسید آیا ندیدند که پیش از آنها چقدر از امتها را هلاک کردیم؟ امتهایی که در زمین به آنها قدرت و اقتدار داده بودیم که به شما چنان قدرت و اقتداری نداده ایم و بارانهای پی در پی از آسمان بر آنها فرستادیم و از زیر آبادی های آنها رودها را جاری ساختیم آنگاه آنان را به کیفر گناهانشان نابودشان کردیم و پس از آنها گروهی دیگر را پدید آوردیم و اگر کتابی بر کاغذ بر تو نازل کنیم که آن را با دست های خود لمس کنند قطعا کسانی که کافر شدند میگویند این جز جادوی آشکار نیست و گفتند چرا فرشته ای بر او نازل نشده است تا او را تصدیق کند و اگر فرشته ای می فرستادیم قطعا کار به پایان می رسید سپس به آنها هیچ گونه مهلتی داده نمی شد به هلاک می شدند و اگر او را فرشته ای قرار می دادیم حتما وی را به صورت یک مرد در می آوردیم باز هم به گمان آنان کار را بر آنها مشتبه می ساختیم همان گونه که آنها بر خود و دیگران مشتبه می سازند ای پیامبر به تحقیق پیامبران پیش از تو نیز مسخره شدند پس سزای آنچه مسخره میکردند بر سر تمسخر کنندگان فرود آمد بگو در زمین گردش کنید سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است بگو آنچه در آسمان ها و زمین است از آن کیست بگو از آن خداست که رحمت را بر خود مقرر داشته است قطعا شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست گرد خواهد آورد کسانی که به خیش زیان رسانده اند پس ایمان نمی آورند و از آن اوست آنچه در شب و روز آرام گیرد و او شنوایی داناست بگو آیا غیر خدا را ولی و یاور گیرم؟ خدایی که پدید آورنده آسمان ها و زمین است اوست که روزی می دهد و به او روزی نمی دهند بگو من مأمورم که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است و فرمان یافتم که از مشکان مش نباش بگو همانا من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم هر کس که در آن روز عذاب را از او بگردانند و به وی عذاب نرسد قطعا خداوند به او رحم نموده است و این پیروزی آشکار است اگر خداوند بخواهد زیانی به تو برساند هیچ کس جز او نمیتواند آن را دفع کند و اگر خیری به تو رساند پس او بر همه چیز تواناست و اوست که بر بندگان خود مسلط و چیره است و او حکیم آگاه است بگو چه چیز در گواهی بزرگتر و برتر است بگو خداوند میان من و شما گواه است و این قرآن بر من وعی شده تا شما و تمام کسانی را که به آنها میرسد با آن بیم دهم آیا به راستی شما گواهی می دهید که با خداوند معبودهای دیگری هستند؟ بگو من گواهی نمی دهم بگو همانا او تنها معبود یگانه است و من از آنچه با او شریک قرار می دهید بیزارم کسانی که به آنها کتاب داده ایم به خوبی او را می شناسند همانگونه که فرزندان خود را می شناسند. کسانی که به خیش زیان رسانده اند پس ایمان نمی آورند و چه کسی ستمکار تر است از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا آیاتش را تکذیب کند به راستی ستمکاران رستگار نخواهند شد و روزی که همه آنها را گرد آوریم سپس به کسانی که شرک ورزیده اند می گوییم معبودهایی که آنها را شریک خدا می پنداشتید کجا هستند؟ آنگاه پاسخ و عذرشان جز این نباشد که گویند به خداوند پروردگارمان من ساگند که ما مشک نبودیم بنگر چگونه برخیشتن دروغ گفتند و آن دروغ هایی که ساخته بودند همه مح و نابود شد و از آنان کسانی هستند که به تو گوش فرامی دهند و ما بر دلهایشان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم و اگر تمام معجزه ها را ببینند به آن ایمان نمی آورند تا اینکه نزد تو آیند و با تو مجادله کنند کسانی که کافر شدند گویند این جز افسانه های پیشینیان نیست و آنها مردم را از پیروی او باز می دارند و خود نیز از او دور میشوند. آنها جز خیشتن کسی را هلاک نمی کنند و نمی دانند. و اگر آنها را هنگامی که در برابر آتش نگه داشته اند ببینی پس میگویند ای کاش باز گردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم نه چون نیست بلکه آنچه را که پیش از این پنهان می کردند برایشان آشکار شده و اگر باز گردانده شوند بی تردید به آنچه از آن نه شده بودند باز می گردند و اینان دروغ گویانند و گفتند هیچ چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد و اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان باز داشته شده اند ببینی میفرماید آیا این حق نیست؟ گویند چرا قسم به پروردگارمان حق است؟ میفرماید پس به سزای آنچه کفر میبرزیدید عذاب را بچشید آنها که لقای پروردگار را تکذیب کردند قطعا زیان دیدند هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید گویند ای افسوس بر ما که در باری آن کوتاهی کردیم و آنها بار گناهانشان را بر پشت های خود حمل می کنند چه بد باری است آنچه را حمل می کنند زندگی دنیا چیزی جز بازیچه و سرگرمی نیست و قطعا سرای آخرت برای کسانی که پرهیدگارند بهتر است آیا نمی یقینا ما میدانیم که آنچه میگویند تو را غمگین می کند. پس آنها در حقیقت تو را تکذیب نمی کنند بلکه این ستمکاران آیات خدا را انکار میکنند. و به راستی پیام برانی پیش از تو تکذیب شدند و در برابر تکذیب ها صبر کردند و در این راه آزار دیدند تا یاری ما به آنها رسید و هیچ کس نمی تواند کلام خدا را تغییر دهد و بیگمان گمان اخبار پیام بران به تو رسیده است و اگر روی گردانی آنها بر تو گران آمده است پس اگر می توانی نقبی در زمین یا نردبانی به آسمان بجوی آنگاه نشانی برای آنها بیاوری و اگر خدا بخواهد آنها را بر هدایت گرد می آورد پس هرگز از نادانان مباش تنها کسانی دعوت تو را اجابت می کنند که گوش شنوا دارند و خداوند مردگان را در روز قیامت برمی سپس به سوی او باز گردانده می شوند و گفتند چرا نشانی از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است بگو بیگمان خداوند قادر است که نشان ای نازل کند ولی بیشتر آنها نمی دانند هیچ جنبنده ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند مگر اینکه که امتها ایمانند شما هستند ما در کتاب هیچ چیز را فرو گذار نکردیم سپس به سوی پروردگارشان محشور می گردند و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند کرولال هستند و در تاریکی هایی قرار دارند هر کس را خدا بخواهد گمراه می کند و هر کس را بخواهد او را به راه راست قرار خواهد داد بگو اگر راست می گویید به من خبر دهید اگر عذاب خدا به سراغ شما آید یا قیامت برپا شود آیا غیر از خدا را می خانید؟ نه بلکه تنها او را می خانید و اگر او بخواهد مشکلی را که برای آن او را خانده اید برطرف می سازد و آنچه را شریک او قرار می دهید فراموش خواهید کرد و ما به تحقیق به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیام برانی فرستادیم چون نافرمانی کردند پس آنها را به رنج و سختی ها گرفتار ساختیم تا زاری کنند پس چرا هنگامی که عذاب ما به آنها رسید زاری نکردند بلکه دلهای آنها سخت شد و شیطان هر کاری که میکردند در نظرشان آراست پس چون آنچه را به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند درهای همه چیز را به روی آنها گشودیم تا وقتی که به آنچه داده شدند شاد گشتند ناگهان آنها را گرفتیم در این هنگام همه معیوز شدند پس ریشه قومی که ستم کرده بودند قطع شد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است بگو به من خبر دهید اگر خداوند گوش شما و چشم را بگیرد و بر دل های شما مهر بزند کدام معبود جز خدا می تواند آنها را به شما بازگرداند ببین چگونه آیات را به شیوه های گوناگون بیان می کنیم سپس آنها روی می گردانند. بگو به من خبر دهید اگر عذاب خدا ناگهان یا آشکارا به سراغ شما بیاید آیا جز قوم ستمکاران نابود می شوند؟ و ما پیام بران را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نمیفرستیم. پس هر کس که ایمان آورد و خیشتن را اصلاح کند نه ترسی بر آنان است و نه آنان اندوهگین می شوند. و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به خاطر کفر و نافرمانیشان عذاب به آنان میرسد بگو من نمیگویم خزاین خدا نزد من است و غیب نمیدانم و به شما نمیگویم من فرشته هستم جز از آنچه به من وحی می شود پیروی نمی کنم بگو آیا نابینا و بینا یکسانند چرا نمی و با آن قرآن کسانی را که میترسند به سوی پروردگارشان گرد آیند بینده زیرا که برایشان در آن روز دوست و شفیعی جز او نیست باشد که پرهیزگاری پیشه کنند و کسانی را که صبح و شام پروردگارشان را میخوانند و خوشنودی او را میخواهند از خود دور مکن نه چیزی از حساب آنها بر توست و نه چیزی از حساب تو بر آنها پس اگر آنها را ترد کنی از ستمکاران خواهی بود و این چونین بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینها هستند که خدا از میان ما بر آنان منت نهاده است؟ آیا خداوند به سپاس گذاران داناتر نیست؟ و هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند به آنها بگو سلام بر شما پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده که هر کس از شما از روی نادانی کار بدی مرتکب شود سپس بعد از آن توبه و درست کاری کند البته او آمرزنده مهربان است و این چون این آیات را به تفصیل بیان می کنیم و تا راه مجرمان و گناهکاران آشکار گردد بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خانید نه شده ام بگو من از های شما پیروی می کنم که اگر چنین کنم قطعا گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید و آنچه شما بدان شتاب دارید نزد من نیست حکم و فرمان تنها از آن خداست حق را بیان می کند و او بهترین جدا کننده است بگو اگر آنچه که شما به دانش تاب دارید از نزول عذاب نزد من بود بر شما نازل می کردم و کار میان من و شما به پایان می رسید و خداوند به ستمکاران داناتر است و کلیدهای غیب نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی داند آنچه را در خشکی و دریاست می داند و هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه آن را می داند و نه هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد مگر اینکه در کتابی آشکار است و او کسی است که روح شما را در شب میگیرد و آنچه در روز کرده اید میداند سپس شما را در آن روز از خواب برمیانگیزد تا موعد مقرر فرا رسد سپس بازگشت شما به سوی اوست آنگاه شما را از آنچه انجام میدادید آگاه میسازد و او بر بندگانش چیره است و نگهبانانی از فرشتگان بر شما میفرستد تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد فرستادگان ما جانش را میگیرند و آنها کوتاهی نمی کنند سپس به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز میگردند. بدانید که حکم و داوری مخصوص اوست و او زود شمارترین حسابگران است بگو چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و در می میبخشد او را با تزرع و زاری و در پنهانی میخوانید و میگویید اگر ما را از این خطرات و بلاها رهایی بخشد مسلما از شکر گذاران خواهیم بود بگو خداوند شما را از اینها و از هر اندوهی می رهاند باز هم شما شرک میورزید بگو او قادر است بر آنکه عذابی از بالای سرتان یا از زیر پایتان بر شما بفرستد یا شما را به صورت گروه گروه و پراکنده با هم بیامیزد و تعم جنگ و دو دستگی را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند بنگر چگونه آیات را گوناگون بیان می کنیم تا آنان دریابند قوم تو آن را تکذیب کردند در حالی که آن حق است بگو من بر شما نگهبان نیستم هر خبری سرانجام و قرارگاهی دارد و به زودی خواهی دانست و هرگاه کسانی را دیدی که در آیات ما به بحث و گفتگو می پردازند از آنان روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند پس هرگز بعد از یاد آوردن با گروه ستمگران منشین و چیزی از حساب و گناه آنها بر عهده پرهیزگاران نیست ولی برای پند دادن و یادآوری باشد شاید که پرهیزگاری پیش کنند و کسانی را که آین خود را به بازیچه و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنها را فریب داده است رها کن و با این قرآن اندرزشان بده تا مبادا کسی به کیفر آنچه کرده است از کردار بد و گناه گرفتار و هلاک شود و در قیامت جز خدا نیاوری دارند و نشفاعت کننده ای و چون این افرادی هر فدیعی را به جای خود بدهند از او پذیرفته نخواهد شد آنها کسانی هستند که به کیفر آنچه کرده اند گرفتار شده اند نوشابه ای از آب جوشیده برای آنهاست و عذاب دردناکی به خاطر اینکه کفر میورزیدند بگو آیا غیر از خدا چیزی را بخوانیم که نما را سود میدهد و نه زیان میرساند و به عقب برمیگردیم بعد از آنکه خداوند ما را هدایت کرده است همچون کسی که شیطان او را با وسوسه در زمین گمراه کرده و سرگردان مانده است در حالی که او یارانی دارد او را به هدایت دعوت می کنند و می گویند به سوی ما بیا بگو به هدایت خداوند هدایت واقعی است و به ما امر شده که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم و اینکه نماز را برپا دارید و از او بترسید و تنها اوست که به سویش محشور می شوید و اوست که آسمانها و زمین را به حق آفرید و روزی که می فرماید باش پس موجود می شود گفتار او حق است و روزی که در سور دمیده می شود فرمان روایی از آن اوست دانای پنهان و آشکار است و او حکیم آگاه است و به یاد آور هنگامی را که ابراهیم به پدرش آذر گفت آیا بتها را به خدایی میگیری من تو و قوم تو را در گمراهی آشکار می بینم و این چونین ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از یقین کنندگان باشد پس هنگامی که تاریکی شب او را پوشانید ستاره ای دید گفت این پروردگار من است و چون غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم پس هنگامی که ماه را تابنده دید گفت این پروردگار من است و چون غروب کرد گفت اگر پروردگارم مرا راه نمایی نکند مسلما از گروه گمراهان خواهم بود پس هنگامی که خورشید را درخشنده دید گفت این پروردگار من است این بزرگتر است اما وقتی که غروب کرد گفت ای قوم من از آنچه برای خدا شریک قرار می دهید بیزارم به تحقیق من روی خود را به سوی کسی آوردم که آسمانها و زمین را پدید آورد حق گرایم و از مشکان نیستم و قومش با وی به مجادله و ستیز پرداختند گفت آیا در باری خدا با من مجادله و ستیز می کنید در حالی که مرا هدایت کرده است و من از آنچه با او شریک قرار می دهید نمی ترسم مگر پروردگارم چیزی را بخواهد علم و دانش پروردگارم همه چیز را در بر گرفته است آیا پند نمی گیرید و چگونه از چیزی که شریک او قرار داده اید بترسم در حالی که شما نمی ترسید از آن که چیزی را شریک خداوند قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن بر شما نازل نکرده است پس اگر می دانید کدام یک از این دو دسته به ایمنی شایسته تر است آنان که ایمان آورده اند و ایمان خود را به شرک نیالودند ایمنی از آن آنهاست و آنها هدایت شدگانند و اینها حجت و دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم درجات هر کس را بخواهیم بالا میبریم همانا پروردگار تو حکیم و داناست و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را هدایت کردیم و نوح را نیز پیش از آن هدایت نمودیم و از فرزندان او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و هارون را هدایت کردیم و این چونین نیکوکاران را پاداش می دهیم و نیز زکریا و یحیا و ایسا و الیاس را هدایت نمودیم همه از صالحان بودند و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را هدایت کردیم و همه را بر جهانیان برتری داده ایم و نیز از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان برخی را برتری دادیم و برگزیدیم و به راه راست هدایت نمودیم این هدایت خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد با آن هدایت می کند و اگر شرک می برزیدند، هر آینه آنچه را که انجام داده بودند از اعمال نیک آنها نابود می شد آنها کسانی هستند که کتاب و حکمت و نبوت به آنان دادیم پس اگر این مشرکان به آن آیات قرآن کفر ورزند به تحقیق ما گروهی را بر آن می گماریم که نسبت به آن کافر نیستند آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است پس به روش آنان اقتدا کن بگو من در برابر این رسالت پاداشی از شما نمی طلبم این رسالت و دعوت چیزی جز پند و یادآوری برای جهانیان نیست و آنها خداوند را آنگونه که شایسته است نشناختند که گفتند خداوند بر هیچ بشری چیزی را نازل نکرده است بگو کتابی را که موسی برای روشنایی و هدایت مردم آورد چه کسی نازل کرده است شما آن را به صورت نوشته های پراکنده قرار می دهید قسمتی را آشکار و بسیاری را پنهان می کنید و چیزهایی به شما آموزش داده شده که نه شما می و نه پدرانتان بگو خدا آن را نازل کرده است سپس آنها را با سخنان باطلشان رها کن تا سرگرم باشند و بازی کنند و این قرآن کتابی است مبارک که نازل کردیم که آنچه را پیش از آن از کتاب های آسمانی آمده تصدیق می کند و تا اهالی مکه و کسانی را که گرد آن ساکنند بیندهی دهی و کسانی را که به آخرت ایمان دارند به آن نیز ایمان می آورند و آنان بر نمازهای خود محافظت می کنند. و چه کسی ستم کار تر است از کسی که دروغی به خدا بندد یا بگوید به من وحی شده است در حالی که به او وحی نشده است و کسی که بگوید من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است نازل می کنم و شگفت زده می شوی اگر ببینی هنگامی که این ستمکاران در سکرات مرگ فرو رفته اند و فرشتگان قبض روح دست ها را گشوده و به آنان میگویند جانهایتان را بیرون آورید امروز عذاب خفتباری در برابر آنچه ناحق بر خدا می گفتید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید خواهید دید و در روز قیامت خداوند میفرماید همانا شما یکی و تنها به سوی ما آمدید همان گونه که روز اول شما را آفریدیم و آنچه را به شما بخشیده بودیم پشت سرتان رها کردید و شفیعانی را که شریک در امور خود میپنداشتید با شما نمی بینم مسلما میان شما بریده شده است و آنچه را خدایان و حامیان خود میپنداشتید از شما دور و گم شده اند همانا خداوند شکافنده دانه و هسته است زنده را از مرد خارج می سازد و مرد را از زنده بیرون میآورد این است خدای شما پس چگونه از حق منحرف میشوید؟ او شکافنده صبح است و شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب زمان قرار داده است این اندازه گیری خداوند توانای داناست و او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی های خشکی و دریا به وسیله آنها راه یابید به تحقیق ما آیات و نشانهای خود را برای گروهی که می دانند بیان داشتیم و او کسی است که شما را از یک تن آفرید پس شما را قرارگاه و امانتگاهی است ما آیات خود را برای گروهی که در میابند بیان نمودیم و او کسی است که از آسمان آبی نازل کرد پس به وسیله آن گیاهان گوناگون از زمین بیرون آوردیم سپس از آن سبزه ها پدید آوردیم که از آن دانه های متراکم و از شکوفه نخل خوشه های نزدیک به یکدیگر بیرون آوردیم و باغهایی از انگور و زیتون و انار هایی که برخی شبیه هم و برخی بیشباهت به هم هستند بیرون آوردیم هنگامی که میوه داد به میوه آن و به رسیدنش بنگرید که همانا در آن نشانه است برای گروهی که ایمان دارند و مشکان برای خدا شریک هایی از جن قرار دادند در حالی که خداوند آنها را آفریده است و از روی نادانی برای خدا پسران و دخترانی ساختند خداوند منزه و برتر است از آنچه توصیف می کنند او پدید آورنده آسمانها و زمین است چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد در حالی که همسری ندارد و همه چیز را آفریده و او به هر چیز داناست این است خداوند پروردگار شما هیچ معبودی به حق جز او نیست آفریننده همه چیز است پس او را بپرستید و او بر همه چیز نگهبان است چشم ها او را در نمیابند و او چشم ها را در میابد و او باریک بین آگاه است ای پیامبر به مشکین بگو دلائل و بینش هایی از جانب پروردگارتان برای شما آمد پس کسی که ببیند به سود خود اوست و کسی که نابینا شود پس به زیان خود اوست و من مراقب و نگهبان شما نیستم و این چون این آیات را گوناگون بیان می کنیم تا مبادا بگویند درس خانده ای و ما این آیات را برای گروهی که می دانند بیان می کنیم. از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده پیروی کن هیچ معبودی به حق جز او نیست و از مشرکان روی بگردان و اگر خدا میخواست شرک نمی و ما تو را بر آنان نگهبان قرار نداده ایم و تو کار سازشان نیستی و کسانی را که مشرکان به جای خدا می پرستند دشنام ندهید مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند. اینچنین برای هر امتی عملشان را آراستیم. آنگاه بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است. پس آنها را از آنچه عمل می کردند آگاه میسازد. و آنها به سخت ترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که اگر معجزهی برای آنان بیاید، آن به آن ایمان می آورند بگو معجزات فقط نزد خداست و در اختیار من نیست و شما ای مؤمنان چه می دانید که هرگاه معجزهای هم بیاید ایمان نمی آورند و ما دلهایشان و دیدگانشان را دگرگون می کنیم همانگونی که از اول به آن ایمان نیاوردند و آنان را در سرکشیشان سرگردان رها می سازیم